ولی روزی خواهد رسید که صدای من مسخره خواهد شد، زیرا ما جز سیستم ده خواهیم بود. ما را میکشند. ولی روزی خواهد رسید که صدای من مسخره خواهد شد، زیرا ما جز سیستم ده خواهیم بود. ما را میکشند. عزیزان برای من تأکید کردند که شما حکومت و نظام را مخاطب کنید که چرا پیش روی این قاتلان را نمیگیره، چرا نسبت به شهدایی که در این سرزمین به خون میقلتن چرا بررسی صورت نمیگیره. از کدام حکومت شما توقع دارید؟ از کدام نظام توقع دارید؟ از نظامی که در رأس او دشمنان الله و رسول قرار داره شما چی توقعی دارید؟ شما چی میخواهید از نظامی که اگر علمای ما را شهید کرده حقیقتا میخواه قاتلان اونها را پیدا کنه؟ آیا علمای ربانی پشت میله های زندان نیستن؟ علمای ربانی داخل محراب مسجد شهید میشن. در وسط قرن 20 زمانی که امریکایی ها جاپان را به معتم زدن، جاپانی ها نشستن حرف علیه امریکا نگفتن، بررسی درونی کردن، گفتن که آیا ما به این اندازه مجرم بودیم که جهان علیه ما بزرگترین بمب خود را استعمال کرد؟ این سوال. دوم، آیا ما اینقدر ناتوان بودیم که از دسیسه دشمن اطلاع نداشتیم که به چنین مصیبت مهلک ما را مبتلا می سازد؟ سوم، ما چرا توانمندی جواب را نداشتیم؟ ملت ما این سوال ها را جواب دادن ضرورت دارد. ما به مرگ گفتن و زنده باد گفتن خیلی خسته شده، تا چی وقت بگوییم؟ ما صفحه جدید همبستگی ایمانی را چی وقت آغاز کنیم؟ باور داشته باشین مشکلات امروزی را که جناب معاون صاحب گفتم واقعا در باور از گذشته است. اگر بار دیگری همبستگی نیم جان ما شکست، باور داشته باشین که نه ملت عزیز ما و نه مخالف نظام و خود نظام جمع کردهش نخواهد تانست. کسی که برای قتل هموطنش فتوا درست میکنه، کسی که با کشتار هم دیگر جنت رفتن را احساس میکنه، این ملت را چیگونه ارزیابی میکنه؟ تا الحال صدای شما شنیده میشه، ولی روزی خواهد رسید که صدای من مسخره خواهد شد، زیرا ما جز سیستم ده خواهیم بود. ما را میکشن، مثل که 20 سال برای کنار زدن مجاهدین و برای کنار زدن اولاد شهدا پلانیزه کار شده، تا چی وقت؟ این را بدانید که نباید ما به مرگ علما مایوس بشیم. نمیتوانند دشمنان اسلام اندیشه علما را زنده به گور بکنند. بله جسم علما از بین میره، ولی فکر علما، اندیشه علما زنده هست. عزیزان و بزرگواران، امروز دشمنان اسلام حرکت کردن با توطیه علیه علما، به از بین بردن علما و ترور علما و حتی دست دشمنان اسلام تا محراب علما دخیل شده است. این را میگویم عزیزان و بزرگواران، نباید من و شما مایوس باشیم. مایوسیت برای مسلمان نیست. وقتی میگیم ابوبکر و عمر و عثمان و علی فدای دین شدن، این جان ناقابل کاش ارزش داشته باشه که بر طبق اخلاص گذاشته بشه و به پیشگاه الله تقدیم بشه. دشمنان اسلام این را بدانن که ابوبکرها فدای دین شدن، عمرها فدای دین شدن، عثمانها فدای دین شدن، علیها فدای دین شدن، ابو حنیفه ها فدای دین شدن، بزرگان دین فدای دین شدن. اما خوشا به حال کسی که در دنیا آزاد زندگی میکنه، با صدای حق و ندای حق حنجره اش همیشه به فریاد هست، با تن خونالود وقتی به پیشگاه الله حاضر میشه بگه که ای الله این جان ناقابل من فدای دین تو شده. وقتی که او ذاتی که ما را حس کرده روزی میدهد، همه کائنات را در خدمت ما گذاشته و ما در تلاش رضا کردن این و آن و شرق و غرب و کافر و غیر مسلمان باشیم، ذلیل نمیشه. این
مشکل اساسی ما همین است. امروز منس فرد، منس اجتماع و حاکمیت و جهان و امت، ما در جلب رضای خدا نیستیم فعلا. خسته نشوید، بین مسیر را درست کنیم. و هر فرد ما که اینجا نشستیم به این عزم که خدا بعد از این نمیخوام کسی دیگر را در رضایش تلاش بکنم، ولو همه مردم خفهم شود شود. من التمس رضا الله فی سخط الناس کفاه الله مؤنت الناس. کسی که در تلاش رضای خداوند باشد ولو مردم خسته شوند، خداوند از او کفایت میکنه، کفالتش میکنه، تکلیف مردم را زوب مر میداره. و من التمس رضا الناس فی سخط الله وکله الله الیهم فلا یبالی فی ای واد سحق. اگر کسی رضای مردم را در نارضایتی خدا جست، خداوند متعال انسان به او میسپارد و باز در قصه نیست که در هر وادی هلاک شد هلاک میشه. راز عقبمانی ما در همین نقطه است. راهیابی به فطرت سلیم انسانی. انسان وقتی که طفل باشه تا که بزرگی خود میرسه، امی کلی کائنات را میشناسن که عظیمترین، بزرگترین، قویترین، مؤثرترین ذات الله متعال در زندگیش است. بنا نیست کسی دیگر روزوی خیر و شر را نمیداشته باشه. ولقدر خیره و شره من الله تعالی. هرچی که است، هرچی آمد خوش آمد. ما باید به تدبیر دقیق عمل بکنیم تا تقدیر را به نفع خود بچرخانیم. شریعت تدبیر است، توجه شده؟ خود را دست و پای خود را بسته کردن تدبیر نیست. این به تقدیر است که نان نخوری بگوی که والا سیر شوم. ای تو نشوم کدام کسی بوده پیش ملا سب رفته بوده گفته که با ما تو ما رو بده که اولادم شوم. گفت چی وقت زن گرفته؟ گفت اگر زن میگرفت پیش خودت نمی آمدم. این تقدیر نیست، این حماقت است که انسان بدون وسایل حرکت بکنه. شریعت کلش وسایل برای پیروزی انسان هست. بعد از تلاش کردی، از همه وسایل دستاشته خود استفاده کردی، ولی نتیجه بالعکس برآمد. شاید خدا چنین خواسته باشه بعد از اون، ولی هیچ کاری نکنی نتیجه خوب را مرتب باشه، درس نخوری اول نمره شوی، ممکن نیست. بنا این مسئله است که انسان باید فهمیده حرکت بکنه. فکر میکنم که چهار تا عالمه؟ نه، چهار تا عالم نیست. انبیا فدای دین شدن، دین زنده است. ابوبکر و عمر و عثمان و علی فدای دین شدن، دین زنده است. شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی فدای دین شدن. امروز علمای دین که فدای دین بشن، فکر میکنی که با دستگیری علما میتوانی او اهداف شوم و پلیت خود را بر این ملت بقرانی؟ ابدا. قل جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آمد، باطل رفتنیست، باطل از بین رفتنیست. صدای حق در خاموش کردن نمیتوانی. حق نام پروردگار هست.